سلام مجدد، ادامه میدیم درسمون رو با article defini. le la le. article defini به معنی حروف تعریف معرف است. معرفه یعنی براتون اینجا بنویسم فارسیشو که بدونید. حروف تعریف معرف. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخواین در زبان فرانسه درباره چیزی صحبت کنید که مشخصه، پشت اسم حتما یکی از این سه حروف میاد، یعنی لو، لا یا له. اگر که اسم شما مذکر باشه از لو استفاده میکنید اینجا لو. اگر اسم شما مؤنث باشه از لا استفاده میکنید. و چه در مذکر و چه در جمع، جمع مذکر و جمع مؤنث دوتاشون به معنی از ل استفاده میشه. حالا در زبان فارسی این چطوریه؟ مثلا وقتی که میگید دختره، این کسره پایینه، پایینی که اینجا میبینید، من اینو براتون بزرگتر میکنم. این کسره پایین دختره، خب این ا اینجا یا ل یا لا. خب دختر چون که مؤنثه از لا استفاده میشه. مثلا مینویسید لا فی، دختره، دختره، لا فی. برای پسره لو گارسون، لو گارسون، لو گارسون. حالا وقتی که شما میخواین اینو جمع بکنید این میشه، پس من اینجا فارسیشو براتون بنویسم، پسر ر، این ا، اینم درستش بکنم، دختر دختره، پسره، این ا کسره این زیر لا یا لو. حالا وقتی که شما میخواین اینا رو جمع بکنید بگید دخترا، اون دخترا، خب جمعش میشه چی؟ ل، ل فی. ولی آخرش اس قرار میگیره که خونده نمیشه، ولی در نوشتن حتما باید که شما بنویسیدش. ل تو تلفظ هیچ فرقی نمیکنه، فقط باید که ل رو بگید که مشخص باشه که دارید درباره جمع صحبت میکنید. خب ل گارسون. پس اگر که اسم شما مذکر باشه از ل استفاده میکنید، اگر اسم شما مؤنث باشه از ل استفاده میکنید. حالا میگید که ما چطوری بفهمیم که این مذکر یا مؤنثه؟ معمولا بعضی از آخر کلمات نشان دهنده مذکر یا مؤنث بودنشه، ولی در کل شما باید حفظ کنید، باید حفظ کنید که این مؤنثه، این مذکر. حالا مثلا تو درس قبلی فعل امه رو یاد گرفته بودید، خب که میشد من دوست دارم. خب وقتی که میگید که من دوست دارم میشد چی؟ جم، جم، درسته؟ من دوست دارم، جم. حالا میخواید بگید من خورشید رو دوست دارم، جم لو سولی، جم لو سولی. حالا میخواید بگید که من قهوه دوست دارم، جم لو ت، حالا میخواید بگید که من چای دوست دارم، جم لو، ببخشید این میشد جم لو ت، میشد من چای دوست دارم. حالا میخواید بگید جم من قهوه دوست دارم، جم لو کافه، جم لو کافه، من قهوه دوست دارم. حالا میخواید بگید که من
یه چیزم با مؤنث براتون بگم، مثلا جم لا ببخشید این فرانسوی جم لا پنتور پنتور من نقاشی یا آثار هنری رو دوست دارم، نقاشی رو دوست دارم. پنتور به تابلوهای نقاشی شده رو بهش میگن پنتور. جم لا پنتور. حالا شما بخواید بگید که من آفتاب رو دوست دارم، از این میشد چی؟ سولی، اینجا من براتون بنویسم، سولی به معنی آفتاب. و لون به معنی ما. حالا میخواییم بگید من آفتاب رو دوست دارم ولی ماه رو ترجیح میدم. که چی داشتید توی درس قبلی؟ پرفره. جم لو سولی می، اما جو پرفر لا لون. من آفتاب رو دوست دارم ولی ماه رو ترجیح میدم. خب اینجا من براتون بزنم مه به معنی ولی که تو درس اول داشتیم، درسته؟ حالا میخواین بگید که من چای رو دوست دارم ولی قهوه رو ترجیح میدم. جم لو تی مه ولی je préfère le café. حالا میخواین بگید مثلا پس کافه شد، من اینجا براتون بنویسم ت معنی چای و کافه به معنی قهوه. حالا میخواییم بگید که من تهران رو دوست دارم ولی کبک رو ترجیح میدم. جم ت ت تهران مه جو پرفر لو کبک. بعضی از شهرها آرتیکل میگیره، بعضی از شهرها نمیگیره. اینجا وقتی که شما میخواین بگید که الان تهران رو دوست دارید ولی کبک رو ترجیح میدید، پشت سر کبک حتما این آرتیکل باید بیاد. حالا میخواین بگید که من موسیقی رو دوست دارم ولی رقصیدن رو ترجیح میدم. جم لا موزیک می جو پرفر لا دانس، یا من رقصیدن رو ترجیح میدم نه رقص رو ترجیح میدم ها. je préfère danser. پس
فعل شما میتونه باشه دانسه، رقصیدن. یا اسم باشه مثل لا دانس، رقص. حالا اگر که شما بگید که من موسیقی رو دوست دارم اما رقص رو ترجیح میدم، پس باید که لا دانس بذارید. ببینید اینجا می نویسید جم لا موزیک می می جو خی فر لا دانس. در زبان فرانسه دقت کنید که اگر که دو تا فعل پشت سر هم بیاد، اولیش صرف میشه و دومی به صورت مصدر میاد. ببینید اینجا je préfère danser، هر دو تا فعل اینجا رو من آبی میکنم، هر دو تا فعل الان دانسه ببینید با er نوشته شده، یعنی مصدر فعل داره، یعنی این خودش فعله، فعل دانسه، فعل رقصیدن. je préfère با ضمیر فاعلی آمده، یعنی صرف شده فعل préfère، ترجیح دادن. اولین فعل صرف شده، دومی به صورت مصدر آمده. پس در یک جمله اگر که شما یه دو تا فعل داشته باشید، اولیش صرف میشه و به دومی به صورت مصدر میاد. الان بریم سر یه مثال دیگه برای استفاده از امه و پرفره. مثلا میگید جم ل ترن می جو پرفر لاویون. اینجا چی شد؟ ترن به معنی قطاره، ترن ترن A I N گفتیم صدای ان میده، تران تران. je préfère l'avion، avion avion به معنی هواپیماست. وقتی که شما اگر که کلمه شما اینطوری براتون بگم، اگر که کلمه شما اگر یک کلمه با ا او ی ای ا او ی ای ی ای ا و یا ایگرک و یا اش شروع بشه، ل ل لا تبدیل میشه به ال اپوستروف. یعنی اگر که شما از کلمه مثل اویون استفاده کنید، چون که با ا شروع شده، ل شما تبدیل شده به ال اپوستروف. اگر که از کلمه مثل اوپیتال، اینا به سفر براتون بیارم بالاتر، مثلا اگر که شما از کلمه مثل اوپیتال استفاده بکنید، نمیگید لو اوپیتال یا لا اوپیتال، میگید لوپیتال. خب و همچنین هتل میگید لوتل. خب پس ل لا ل همون نقش کسره در زبان فارسی رو داره. وقتی که شما درباره چیزی صحبت میکنید که مشخصه، دختره، پسره، ماشینه، خونهه، وقتی که درباره اینجور چیزا صحبت میکنید که مشخصه، از
این حروف معرفه استفاده میکنید. خب تو درسای بعدی که پیش بریم بهتون میگم که مثلا اگر که ترمینزون یعنی آخر کلمات با چی تموم بشه میتونید که ببینید مذکره یا مؤنث، ولی در کل بهتره که از همین الان که دارید زبان فرانسه رو یاد میگیرید مذکر و مؤنث بودن رو همزمان یاد بگیرید و تمام اسما رو با همین آرتیکل یاد بگیرید، با همین حروف معرفه یاد بگیرید. خب فکر کنم که تا اینجا رو بریم سراغ ویدیو بعدی تا منفی کردن جملات رو بهتون یاد بدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.